پروردگار میگوید ای محمد صلی الله علیه و سلم، آیا من تو را یتیم نیافته بودم؟ آیا من تو را یتیم نیافته بودم؟ فآوا و برای تو جایگاه مأوای آماده کردیم. مفسران میگویند وقتی که حبیب خدا در شکم آمینه مادرشان 6 ماهه بودند، پدرشان عبدالله ابن عبدالمطلب از دنیا گذشتند. 6 ماهه بودند، 6 ساله شدند، مادرشان آمینه از دنیا گذشت. آمینه حبیب خدا را خداوند یتیم میگوید، یتیم یافتیم تو را در اصل 6 سالگی، ساعتی که وقتی دوستداری پدر و مادر است. از آغوش گرم پدر و مادر حبیب خدا در سن 6 سالگی محروم ماندند. فآوا، پروردگار میگوید بعد این آیا ما برای تو جایگاه مقام خانه معین نکردیم؟ که این آن خانه کدام خانه بود؟ خانه عبدالمطلب باباش بود. باباش عبدالمطلب بود، گرفت در تربیه خودش رسول اکرم را. 2 سال در زیر تربیه باباش بود که باباش هم گذشت. حبیب خدا 8 ساله از پدر، از مادر، از گویم که آغوش گرم بابا هم محروم ماندم. باباش هم بسیار دوستش می داشت. بعد از این آمد حضرت در تربیه عمکش ابو طالب پدر حضرت علی قرار گرفت. خداوند همینا با ما یادرس دارد که ما رسول اکرم یتیم یافته بودیم. او دوران یتیمی را اثر گذرانیده است. در همین سوره مبارکه و الضحا باز الله در دوامش چی میگوید؟ فاما الیتیم فلا تقهر. ای حبیب خدا، ما تو را یتیم یافتیم، یتیم ها را احترام کن. هیچ وقت بالای یتیم ها دوغ و پوپیسه نکنید. یتیم ها را ملال نکنید. با قدر یتیم ها رسید. خداوند میگوید حکمت از یتیم یافتن تو این بود که اولا به قدر یتیم ها رسی، دویم این بود که شخصان پیدا نشوند در آینده و گویند که محمد بای بچه بود. محمد این دینی که آورده است از نزد پروردگار، این دین از نزد خداش نیست، بلکه خودش به خاطر که پول داشت، مال داشت، این کتاب برای مردم پیشنهاد کرد. الله میگه حکمت انامین بود که تا که امروز عاجز آیند. کسی گوید که از پیش خودش کرد، ما میگویم خواهی دولت نداشت. اگر گویم پدرش کرد، میگویم پدرش بیچاره یک آدم فقیر حالت گذاشت که رسول اکرم ندیده بود. این معجزه است، این قدرت الله است که ما تر یتیم یافته بودیم. به این خاطر که تا که دشمن های اسلام زمان نشود گوید که این دین دینی از پیش ساخته، دینی آدم ساختگی است. لیکن حکمت اولش انامین بود که تو یتیم ها را احترام کن، بالای یتیم ها دوغ و پوپیسه نکن. حبیب خدا میگوید خیر و بیت فی المسلمین بیت فیه یتیم یحسن الیه. بهترین خانه حبیب خدا گفت انا همون خانه هست که در او یتیم بچه زندگی میکند و وی مثل فرزندهاش حقوق دارد، احترام دارد. در خانه بسیاری از شما یتیم ها وجود دارد، از پدر و مادر محروم شدن، چه از اولادتان باشد، چه از یگان گویم که یتیم خانه گرفته تربیت دارین. حبیب خدا گفت خانه های شما بهترین خانه هست، با برکترین و با فیضترین خانه، خانه هست که در او خانه یتیم وجود دارد، لیکن مثل بچه و دخترهاش قدر و قیمت دارد، احترامش میکند. و شر و بیت فی المسلمین بیت فیه یتیم یساء الیه. حبیب خدا گفت بدترین خانه همون خانه هست که در او خانه یتیم وجود دارد، لیکن همیشه عذاب دارد، همیشه وای مورد عتاب، مورد مشقت قرار دارد. بچه هاش در راحتن، این یتیم بچه عذاب میکشد به خاطری که وای گویم که هیچ پایه ندارد، به خاطری که وای یگان گویم کلانتر ندارد.
و یکی عذاب میدهند، حبیب خدا گفت این خانه تو بدترین خانه ها هست. چوبین یتیمی سرفکنده پیش، مده بحثه بر روی فرزند خیش. الا تا نگیرید که عرش عظیم، بلرزد همه چون بگیرید یتیم. شاعر میگوید چوبین یتیمی سرفکنده پیش، یک شخصی را میبینی که بیچاره پدر میخواست، مادر میخواست، لیکن با قضای اللهی اون مادر پدر خدا گرفت. مده بوسه بر روی فرزندی خیش، بچه تا در پیش او نوازش نکن، بچه تا در چهره و رخساره های او بوسه نده که دل او درمند میشود و هم یاد پدر و مادر میکند. الا تا نگیرید که عرش عظیم، بلرزد همه چون بگیرید یتیم. وقتی یتیم گریه میکند، عرش پروردگار لرزش میکند، عرش میجنبد، خداوند ناراحت میشود، حبیبش ناراحت میشود. وقتی یتیم ما مورد عذاب، مورد گویه مشقت قرار بدهیم. حبیب خدا از این خاطر گفتن اللهم اینی احرج حق الضعیفین الیتیم والمرأتی، خدایا من در پیشگاه تو دعوا دارم، من در پیشگاه تو گناهگار می شمارم. اون کسانی که حق زنها را پایمال می کنند، زنها را عذاب می دهند، زنها را دشنام می دهند، زنها را مورد عتاب و مورد طلاق قرار می دهند، دویم شخصانی که حق یتیم را می خورند، مال یتیم را می خورند، من در پیشگاه تو پروردگار فردای قیامت از بالا اینا دعوا دارم، من اینا را گناهگار می شمارم. عیب است، شرم است وقتی ما مال یتیم میخوریم. واللهی که قرآن به ما حکایت میکند ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون من بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. خداوند میگوید ای کسانی که حق یتیم میخورید، مال یتیم میخورید، یقین دانید که در شکم شما مال یتیم نیست، بلکه در شکم شما آتش دوزخ است. و سیاسلون سعیرا، زود است که به این مناسبتی بدود، به این مالخوری از جانب یتیم تو را ما در دوزخ من جای بکنیم. آیا ما یتیم نمیخوریم ما و شما؟ آیا امروز همون مردی که از دنیا گذشته است، چند صغیر در خانه مانده است، گاوش میبره میکشه، مال یتیم نیست؟ همون مال یتیم نیست؟ اگر همون من گفتم که اگر به پیش از ترکه اگر همون را مردم خورد، قطعیا حرام است. واللهی الله میگوید از این خاطر ماها به یتیم ها چی باشیم؟ اتحب ان یلین قلبک و تدرک حاجتک. حبیب خدا میگوید دوست میداری اینکه دلت نرم شود، میخوای که دل تو ترسان از خدا شود، میخوای که در همه کارت خدا برار دهد. کشایش نکن، برای کشایشی کارم هیچ حرکت نکن. میخوای که کارت کشایش یابد، میخوای که تمام تجارتت دائم سودات گرم باشد، میخوای که در دلت همیشه ترسی خدا باشد، راه شه حبیب خدا فهمانی. اتحب ان یلین قلبک و تدرک حاجتک، ارحم الیتیم و امسح رأسه و اطعمه من طعامک یلین قلبک و تدرک حاجتک. حبیب خدا گفت برای دل تو ملایم شدن، برای در کارهای تو کشایش پیدا شدن، راش این است. چی بوده است؟ ارحم الیتیم، یتیم ها در رحم کن، رحم یتیم ها را بخور، و امسح رأسه، سرشان را مسح کن، سرهای اونها را دستمال کن، و اطعمه من طعامک، از طعامت به اونها چکار کن؟ طعام ده، طعام اونها را نخور. امروز دولت دارای ما بعضیاش باور کن مال یتیم میخورن. شما میتوانین مثل رهبری دولت یتیم خانه در دره ورزاب ساخته است، از خانه بای بچه ها در خانه خشورشان کرده است، آیا در این ثواب نمیگیرد؟ و تو پول داری برای یتیم ها پول تصرف کن، یتیم خانه تیار کن. مرحمت من تو را گویم خوش به حالت که تو آدم دولت دار هستی، خدا دولتی تو را زیاد کند وقتی تو رحم مسکین میکنی. حبیب خدا میگد از ساع علی الارملت والمسکین کالمجاهد فی سبیل الله. کسی اگر مال شه برای مسکین، برای یتیم، برای فقیرها اگر صرف میکند،
همچنان است که جهادی در راه خدا کرده است. مرحمت جهادی نه. پولت در این راه اگر تو صرف کنی خوش به حالت، لیکن افسوس که تو مال یتیم میخوری، تو تا جایی که در اون مال دهی از مالش میخوری. ولی بسیاری آدم ها را تاریخ ها در گوش میکنیم که میگن فلانی را سالای شوروی در ترمه کردن، زندانی کردن. چرا؟ برای میگه یک یتیم خانه بود، صغیره خانه بود، همونجا رسترد کرد، مالی هم را خورد، یکی برده زندانیش کرد. بسیارش که مردن لیکن بسیارش زنده هستند. تا اگر حق یتیم نگرداند خدا را نمیبخشد.